مفهوم مصالحه ملی سوابق دیرینه در ادبیات سیاسی و در مجموع فرهنگ سیاسی افغانستان وجود داشته، منتها در شرایط و احوال مختلف و با تعریف و تعابیر مختلف. مصالحه به شکل معاصرش، البته توأم با مفهوم ملی که در مجموع مصالحه ملی را افاده میکنه، زمان مطرح شد که جنگ در افغانستان به شدتش با در نظر داشت عوامل داخلی و منطقوی و بین المللی ادامه داشت. طرف های مدعی جنگ به یک بنبست رسیده بودند که راه بیرون رفت دیگه جنگ نمی دانستند. یعنی عمدتا اشاره به سالهای 80 است که دکتر نجیب الله وارد سیاست افغانستان میشه و مطرح میکنه که خب بنبست است و باید با مجاهد یک راه حل سیاسی و مصالحه بینجامه. چرا این مصالحه در واقع به جای نرسید؟ بعضی که اثبات شده که مصالحه در عموم مقطع به جای نرسید، عوامل گوناگون وجود داره. این عوامل هم در داخل اس وجود داشته، هم در داخل کشور بین نیروهای متخاصم دو طرف وجود داشته و هم دلایل منطقوی و بین المللی داره که در داخل حزب گروه‌های و حلقات سازمان یافتی معتقد به بنیادهای سنتی اعتقادی حزب دموکراتیک خلق افغانستان مصالحه را عدول از این نرما می دانست، ارتداد نسبت به این نرما می دانست، بنابراین مقاومت در درون هم وجود داشت. یک مقدار پابندی ایدئولوژیک وجود داشت برای یک جناحی از حزب و بخش از رهبرای از حزب، فکر می کردند که از یک اگر به مصالحه می رن عدول می شه و این مخالف آرمان های حزب است؟ اصلا آقای معروف مسئله پیش زمینه های فکری مصالحه ملی در افغانستان در درون حزب دموکراتیک خلق افغانستان سابقه داره، عمدتا در یک حد معین در اندیشه های میر اکبر خیبر مطرح شد که البته با حفظ چوکات های سنتی ایدئولوژیک او شخصیت سیاسی را مطرح میکرد. بعدها او حتی آدم میتونه به یک قربانی امی نظریات خود شد. بعدها در درون حزب رکی از امی گرایش وجود داشت و وجود و حضور اساکر شوروی در افغانستان در بین امی کتگوری داخل حزبی نارضایتی شدید ایجاد میکرد، اما زمین های توارس نداشت. با به قدرت رسیدن گرباچوف در اتحاد شوروی و تغییرات در سیاست های اتحاد شوروی سابق در وجود گرباچوف، زمینه یافت در حزب دموکراتیک خلق افغانستان که این نظریات یک بار دیگر امکانات طرح علنی پیدا کنه. دکتر نجیب الله در راس امی گرایش قرار گرفت، حتی پیش از اینکه دکتر نجیب الله رئیس رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رئیس جمهور افغانستان مسئولیت بپذیره، در درون حزب به خاطر تحقق و تبدیل می گرایش به سیاست رسمی حزب مبارزه درون حزبی حاد ادامه داشت. اجازه بدین مسئله درون حزبی را یک کمی بهتر از آن بپرسم. شما به عوامل شکست مصالحه و یک به جای نرسید، پیشتر سه مسئله را گفتن، یکی داخل است، دو تا هم مسائل داخلی و بین المللی بود. بفرمایید مسائل داخلی و بین المللی را بگوین بعد میاییم درون حزب. در داخل افغانستان افزون بر مسائل درون حزبی، جبهات از نیروهای اپوزیسیون علاقمند تحقق مصالحه و حل مسئله افغانستان از طریق سیاسی نبودن. اونا بر جنگ و پیروزی خود بر جانب مقابل تاکید داشتند. در زدوان با محافل منطقوی استخباراتی و بین المللی، یعنی یک مقدار روی قدرتی که در واقع در اختیارشان بود و نیرو توانی که تصور میکنن با ایشان هست، فکر میکنن برتری نظامی دارن، بنابراین نیاز به مصالحه نیست و میتونن از راه زور و فاتحانه وارد شهر شود، درست؟ به هیچ صورت اگر شما اعترافات شخصیت شاخصه که در خدمت استراتژی جنگ قرار داشتن، هدف محمد شاه مسعود و گلبدین حکمتیار هست، اونا
صریحا میگه کلپای بیانیه احمد شاه مسعود میواخر زیاد بخصده در صورت تا بیشتفیده و متنفیزین پروان و کاپیسا که او میگه که ما در یک حالت رکود بودیم، دل سردی سراپا جبهات ما را احتوا کرده بود، مردم و دوستای سابقی ما در منطقه اینا از ما فاصله میگرفتن، هیچ گونه امید نبود. و گلبن حکمتیار هم در کتاب برد توتی سرگند سری خود سریع به این مایشت خود اعتراف میکنن. اما بعد از تغییر سیاست ها در اتحاد شوروی و با کار آمدن یک نظام جدید تحت رهبری ایلسن، زدوبند های اپراتیفیه که یک ستون پنجم شکل میداد، هم در درون حزب هم در حاکمیت دولتی و هم در جبهه مخالف، اینا روی از اون حساب میکردن. شما اگر این منظورتون از نظر بیرون از عوامل داخلی ای هست که در سطح بین المللی اتفاقات افتاد که کمک کرد مصالحه به جایی نرسه؟ اتفاقات میان پاکستان، ایران و روسیه فدراتیف که تازه از خرابی های اتحاد شوروی میخواست سر بلند کنه به میان آمد. سفر برهان الدین ربانی در عقرب 1370 به مسکو با یک هیئت از مجاهدین اوجا بارها نشان میده که ربانی هم در صحبت اول با روتسکوی 3 بار تیره مطرح میکنه که شما در سقوط دکتر نجیب ما را کمک کنین. هم ربانی هم نبی محمدی هم نماینده حزب وحدت رضوی سریع وعده نیره مطرح میکنن و روتسکوی معاون رئیس جمهور و بعد کوزیروف وزیر خارجی روسیه در اون وقت بی‌پرده اظهار میکنند که ما در تقابل با پلان 5 فقره ملل متحد که یک دولت انتقالی بی‌طرف با صلاحیت و قدرت لازم هم نفع میکنند یا حکومت انتقالی اسلامی ده تایید میکنند و میگن ما با عربستان سعودی در این موارد که چی وقت چیگونه قدرت انتقال بتیم تفاهمات خود داشتیم. بسیار خوب، یعنی خلاصه حرف او دوران این است که روسیه فدراتیف جمع مجاهدین علیه برنامه سازمان ملل عمل میکنن و دوستانش بسیاری از شنونده های ما هم میدانن که به کجا انجامید. بیاییم دوباره پرکردیم به مسئله داستان مصالحه و حزب که در درون حزب یک مقدار بسیاری ها منتقد این مسئله هستند که دکتر نجیب الله خب یک رهبر در واقع هوشیار و زیرک در او زمان مطرح شد و برآمدهای مهم بین المللی داشت، ولی چرا نتونست این مصالحه را در درون حزب اول عملی کنه؟ مثلا به داستان جنرال دوستم و جنرال مومن برگردیم، مثلا به داستان جناح‌های داخل حزب برگردیم، چرا این از هم پاشیدگی در زیر رهبری دکتر نجیب الله ایجاد شد؟ همه شواهد و اسناد تاریخی دیروز پشت پرده و افشا شده امروز نشان میده که حزب دموکراتیک خلق افغانستان از تاسیس تا وجود و حضور خود روابط بسیار نزدیک، تنگاتنگ، نه تنها سیاسی ایدئولوژیک با حزب کمونیست اتحاد شوروی، بلکه در وجود برخی از شخصیت ها به خصوص بعد از حضور نظامی اتحاد شوروی در افغانستان روابط فوق سیاسی ایدئولوژیک تا حدود زیاد روابط پیوند با برخی از سازمان های ویژه اتحاد شوروی پیدا کردن. اتحاد شوروی بنا به پالیسی خود هیچ وقت نخواست که در درون حزب دموکراتیک خلق افغانستان وحدت سیاسی سازمانی برقرار شود. سورش چی بود؟ برای که شما امی مثلا از اکشان های آسیه میانه اگه ببینین در اوجه هم امی سیاست اتحاد شوروی اعمال میشد، رهبران اونها حتی تا حال بسر قدرت هستند، ولی سودش که در افغانستان نگذاره که رهبری واحد به وجود بیاره برای اونها چی بود منفعت؟ زمانی که منافعشان حکم میکرد با دستور ای همگرایی را در درون حزب تامین میکردن. نمونه و مثال برجستی از این وحدت توأم با عجلی 1356 هجری شمسی است که حزب آماده ساخته می شود در تقابل با داود برای یک کودتای نظامی آمادگی بگیره. اما زمانی که منافع محققتا رفع می شد با دلائل مختلف سازمان های ویژه اتحاد شوروی من جمله حزب کمونیست اتحاد شوروی لازم می دیدن تا از تقابل دو جناح حزب و در درون جناح سازمان های دیگر فضای را ایجاد کنند که بتوانند طرفین به اطاعت از خیش
در دست با یکی است دیگه و در رقابت با یکی است دیگه بکشاره. ولی یک مقداری مشکلات در دوران صورت میگیره که دیگه حزب کمونیست در واقع از پا افتاده تا شوروی هم در واقع در آستانه سقوط هست. دکتر نجیب الله نمیتونه در واقع سیاست مصالحه درون حزبی و با اراکین خود را در داخل کشور پیش ببره و در نتیجه اینا به خطوط قومی و خطوط سمتی میلغزن و بسیاری ها هم سقوط نابهنگام را موجب عمی میدانند که این سیاست عدم مصالحه در داخل حزب بود که هم مصالحه بیرون را ناکام ساخت و هم حاکمیت را به سقوط روبرو کرد. اگر اتحاد شوروی در حالت اسم هلال بود و حزب کمونیست اتحاد شوروی دیگه او جاذبه و قدرت خود نداشت، روسیه فدراتی وجود داشت که خط سیاسی منطقوی را به خاطر حفظ نفوذ خود به اشکال جدید نمیتونست تر کنه و نتونست تر کنه تا امروز او را روش با فشاری داره. بنا در سیاست خارجی و در اهداف استراتژیکی اتحاد شوروی نسبت به افغانستان تغییرات محسوس نبود نیست، بنابرای این است که امروز حتی امروز که امروز از روسیه فدراتیو ریزرفای کار آمده و که در زمان اتحاد شوروی و قدرت حزب کمونیست تدارک دیده شده بود مورد استفاده قرار میده. خب به امروز آمدیم، بیاین یک مقدار تاریخ هر قدر شما بیشتر برین جای زیاد بر صحبت داره. شما در کتابتان مصالحه ملی اندیشه سیاسی گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح، اگر استنتاج بگیریم که مصالحه که امروز مردم افغانستان نیاز داره بهش به کجا میرسه، برای اینکه اون مصالحه را مطور شما میگین هم در داخل مشکلات وجود داشت هم در جامعه بینی وجود داشت و در واقع هیچ کس طرفدار این مصالحه نبود، ولی این مصالحه را همه طرفدارش است داخل منطقه و جهان، فکر میکنین چه دورنمایی خواهد داشت؟ اگر چی وضع تغییر کرده، شرایطی که دکتر نجیب الله مصالحه را مطرح کرد تا شرایط امروز از لحاظ چگونگی نیروها هم در داخل افغانستان هم در منطقه هم در بین المللی تغییر کرده، جبهه ها عوض شده، چهره ها عوض شده، نیروهای سیاسی جدید داخل معرکه شدن، اما یک اصل به مثابه پرابلم اساسی باقی مانده که او وجود و حضور نیرومند نیروهای متعدد منطقی و بین المللی در مسئله افغانستان است و این هر یک از این نیروها منافع و اهداف خود و امکانات را برای تحقق این منافع و اهداف خود و تلاش های را به خاطر این منافع و اهداف خود انجام میدن. تا زمانی که روی این منافع طرفین متخاصم یا رقیب خارجی به یک کمپرومایز و مصالحه نرسن و یا امکانات درونی از یا در سطح از خردگرایی ملی ارتقا پیدا نکنه که منافع ملی خود را رجحان بدن نسبت به کسایی که اونا از لحاظ مالی و سیاسی تمویلشان میکنه و حمایشان میکنه، این معضله ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی اصل صحبتی است که این تلاش ها و این مصالحه وقت عمل میکنه که هم یک مقدار یک تفکر ملی در داخل به وجود بیاید و هم این مصالحه در چارچوب های کلان منطقه‌ای و بین المللی در نظر گرفته شود که در واقع یک مقدار اما تو هم در نظر هست. شما به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان کسی که در زمینه کتاب می‌نویسین، اگر در چند جمله کوتاه بری که ما به پایان مصاحبه می‌رسیم بگوین این مصالحه بالاخره با در نظرش وضعیت فعلی و همین میزان‌هایی که وجود داره راه به کجا می‌بره؟ پیش از وقت است که به صورت مشخص به یک نتیجه گیری قابل تحقق عمل شده. ای زمینه گرایش هایی که اخیرا ایران نشان میده در بعد از دولت روحانی، گرایش هایی را که نواز شریف تبارز داد بعد از انتخابات اخیر در پاکستان، تلاش هایی را که اوباما به عمل میاره، تا حدود ای امیدواری را برجسته میسازه، اما مشکلات بسیار جدی وجود داره. یعنی امیدهای وجود داره به این ترتیب با درداشت آنچه که شما گفتید، اگر در این جا بتانن که به تفاهم برسن و خط تعقیب کنن، اگر مانورهای سیاسی باشه، اگر هر یک روی اهدافشان پافشاری کنن، بسیار زود این امیدها هم که نیم بند هست و نابخته متاسفانه نخواهد تانسته شد.